درود مجدد دوستان، امشب دو تا برنامه لایو داریم، یعنی این یکیش رو انجام دادیم، الان هم برنامه دوم رو میخوایم انجام بدیم که این دفعه هم چون که فضای انتصابات هست، ما هم دوباره باید بیایم و این فضا سری نکات ریز رو روشن کنیم، شاید به درد حال حاضر و شاید به درد آیندگان خورد این نکات ریز. ببینید، مناظره چند روز پیش رو من نشستم کامل به طور زنده دیدم. مناظره در چه باب بود و در چه جبهه‌ای بود؟ شده بودن اینها تقریبا دو گروه و دو تام نخودی داشتن اون وسط، روحانی و جهانگیری یه تیم شده بودن، قالیباف و رئیسی هم یه تیم شده بودن و اون دوتا نخودی ها هم هی وسط کار می اومدن و می رفتن. اونها زیاد چیز چشمگیری ازشون ندیدیم. خب حالا جالب بود این روحانی و رئیسی به صورت آخوندی به هم تیکه می انداختن که بله باید کلیگویی، آخوند که دیدید چجوریه، هم کلیگویی میکنه هم یه جوری میشه که ناراحت نشه. قالیباف و جهانگیری فوشا رو اون دوتا به هم میدادن، بی امامها. میبینید آخوندو میتونید از اینجا تشخیص بدید که چقدر سیاست مدار هست که حتی اگر گوشت هم رو هم بخورن استخون هم رو دور نمیندازن. و این نکته مناظره بود در واقع. حالا رمز حمله چگونه بود؟ رمز حمله تیم به قولی روحانی که البته تو خارج کشور هم زیاد افراد دارن، این سری رمز حمله رو گذاشتن گازنبور. گازنبور که بله شما گازنبوری ها، گازنبوری مثلا اکبر گنجی نشسته بود تو بی بی سی، بله ما دیگه دولت گازنبوری که نمیخوایم بیاریم سر کار. اون روحانی میاد پشت تیربون، نه گازنبوری ها دیگه نباید بیان. جهانگیری همینطور، گازنبور. خیلی جالبه چون هر کدوم اینا کلید واژه دارن دوستان. ببینید این افراد، این ستادها، اتاق فکرها، مافیاهایی که دارن میشینن قشنگ کلید واژه میسازن برای حملاتشون. کلید واژه این دسته گازنبور بود. اون دسته کلید واژهشون چی بود؟ که بله شما قشریه 4% هستید و زالو هستید و خون مردم رو میکیدید. حالا کیا دارن این حرف رو میزنن؟ ببین این نکتش جالبه. اینهایی که به اون دسته میگن گازنبور، یعنی جناح اسهال طلب، ببینید سابقه خودشون رو بررسی کنید. سابقه مثلا همین اکبر گنجی کراوات چین رو بررسی کنید و این پنس بکنه توی سر مردم و چه جنایتی تو دهه 60 مرتکب شده. این آدم رو ببینید، حالا این آدم اومده به اون دسته میگه گازنبوری. اون روحانی رو ببینید که امام خمینی ساخته، افتخار میکنه من اولین بار من لقب امام خمینی رو گذاشتم، حجاب رو اولین بار من آوردم. حالا اینها مدعیان اون جناح گازنبوریه. اون جناح میگه که اینها زالو هستن و پولهای مردم رو خوردن. کی میگه؟ رئیسی میگه و قالیباف. زندگی های خودشون رو ببینید. اون یکی که شاه طبس شده، جانشین واعظ طبسی، یه شاه طبس داشت مرد، الان این شاه جدید طبس هست که از مالیات دادن و از نمیدونم هر چیزی برای خودش اونجا یه حکومت مستقل فدرالیسم اعلام کرده برای خودش. اون قسمت طبس، خراسان بزرگ، اون گرفته تو دست، برای خودش یک حکومت ایجاد کرده، از همه چی هم معاف هست و بعد میاد میگه که قشر 4%. یا اون قالیباف هم همینطور. آقای قالیباف زندگی خودت چجوریه؟ تو قشر 4% نیستی؟ یعنی فقط رقیبات 4% هن؟ اینجاست که دوتا گروه دارن دروغ میگن. خب این رو هم هممون میدونیم، یه خورده دارن تنور گرم میکنن، به اصطلاح چوب میریزن،
نمیگم که اینها با هم مشکل ندارن ها. مثلا این ساده انگاری که فکر کنیم اینها با هم مشکل ندارن، اینها دو سه تا باند مافیایی هن. سرآخر همه دست بوست و مطیع ولایت فقیه هن. ولی فقیه اینا رو میندازه وسط، اون کار خودش، برای کار خودش. کار خودش چیه؟ اون بالا بشینه بیعت بگیره فقط. یک عده بیان بر واسطه این که بله حالا گازنبوری ها نمیخوایم بیان، یک سری رأی بدن. یک عده بیان برای اینکه بله این زالوها 96 در 4 درصدی ها اومدن حق ما 96 درصدی ها رو خوردن، یه سری رأی بدن. ولی فقیه هم اونجا نشسته بگی بله انتخابات نشون میده که ملت ایران چه میزان ما رو حمایت میکنند. خب اینم شده جریان این قشرها. یعنی ما با الان با یک پدیده های مواجه هستیم که شدن مدافع یک سری صحبت ها و جریان که خودشون بدترین نوع اعمال رو در اون صحبت ها داشتن. حالا هی به هم بگن گازنبوری، اونا هم بگن زالو و بعد تنور داغ کنن. نه، مردم ایران این رو نمیپذیرن. بهترین چیزی رو که من حقیقتا دوستان در باب این مناظره دیدم یک کاریکاتور بود. بذارید ببینم میتونم برای شما هم نشون بدم. آره اینجا ببینید، این کاریکاتور بهترین نوع ممکن این مناظره رو به تصویر کشید. تمام صفحه میشه. آره اینجا جیب این، این جیب این رو زده بالا، اونم جیب اون رو زده بالا و یک سری انسان فقیر بیچاره معتاد ببینید اون پشت نشستن دارن نگاه میکنن. سر آخر برای چیه؟ برای بیعت خریدن. این موضوع بیعت رو دوستان فراموش نکنید. حالا به قولی حالا بیاد یه عده بیان را بیفتن تو این توییتر و هی بگن که بله ما دیگه نمیخوایم به اون دور برگردیم، ما سال 84 رأی ندادیم، یک دور احمدی نژاد اومد. خب مگه سال 88 هم شما رأی دادید بازم احمدی نژاد اومد؟ فرقی داره. اگه احمدی نژاد بده و رأی شما تأثیر داشت، سال 88 هم رأی دادید بازم احمد نژاد اومد. این تفسیر و یه سری متن از پیش تعیین شده دادن به اینا و اینا هی اینها رو به کار میبرن. اینا مزد بگیرند. مزد بگیر یعنی کی؟ یعنی کسی که میاد پول میگیره و برای اون اهداف قلم میزنه، تکس میزنه. مثل ما نیست، مثل ما اینجور بیاد بشینه برای راه آزادی و راه میهن تلاش کنه نیست. پول میگیرن، مزد میگیرن، مزدوری میکنن. خب این تا اینجا. بعد اینها گروه خوب و بد هم دارن، پلیس خوب و بد دارن. اون یکی دیدم که توی یه توییتری موضوع خیلی جالب بود و البته من نمونه های بسیار دیدم اینو. اون یکی مثلا با عکس روحانی اومده بود تو توییتر با من بحث میکرد، شروع کرد، آخر سر که تو بحث نتونست دوام بیاره دیگه کشون به فحش خوار و مادر. و ببینید سری بحث که نمیتونن دوام بیارن میکشونن به فحش. بعد یه نفر با عکس موسوی میاد، پلیس خوب است دیگه، این پلیس بده بوده، حالا برای این که مثلا جو و حالا آروم کنه و یه خورده بگه ما هم اعتدال داریم فلان، نه دوستان همه بیاییم برای یه نمیدونم به همدیگه توهین نکنیم، اینها رو کنار بگذاریم. اینها ببینید، اینها دوتاشون ستاشون هر کدوم که هستن از یک آبش خور میان. یاران ما بر اساس بی تجربگی شاید تو این صحنه ها زیاد نبودن، خیال میکنن بعد الان اون چقدر خوبه، چقدر واقعا داره درست میگه دیگه. اینها همشون از یک آبش خور میان. پلیس خوبه، یکیش پلیس بده، یکیش باید بیاد فحش بده، یکیش باید بیاد بگه که نه ما این بحث ها رو آروم کنه.
باید تو دهن دوتاشون بزنید حقیقتا. این روند مبارزات به خصوص اگر میخواید تو این فضای مجازی فعال باشید، اصلا دیگه نباید اجازه بدید کوتاه بیاید و بگید هی حالا ما باید سازش کنیم اینها، مخصوصا با این دسته. چرا؟ ببینید تا سال 88 هر کسی تو انتخابات شرکت میکرد، هر کسی نمیدونم رأی میداد، هر کسی هوادار حکومت بود اصلا، این رو ما میگیم درست. ولی آقا جون سال 88 آیا شما خونه ندار و کف خیابون به چشم خود دیدی یا نه؟ آیا دیدی ماشین یگان ویژه رو مردم رد شد یا نه؟ اینها رو دیدید یا نه؟ بالاخره دیدید یک سری افراد سرشون رفت بالای دار یا نه؟ زهرا بهرامی رو دیدید تو خونش یه ذره مواد گذاشتن و برای همین بردنش سرش رو بالای دار یا نه؟ خب اگه اینها رو دیدید و هنوز دارید از این حکومت طرفداری میکنید و هنوز میرید بیعت میکنید، این دیگه از ما نیستید دقیقتا. ما دیگه توان بحث کردن با شماها رو نداریم. میگیم تا سال تا قبل از 88 اوکی، خام بودید، هیچی نمیدونستید، فکر میکردید جمهوری اسلامی هم بالاخره یه حکومتی. حالا سال 88 به چشم خودتون دیدید، سال 89 دیدید که 25 بهمن 89 محمد مختاری یک جوان دلاور رو چطور به ضرب گلوله کشتن تو تظاهرات. اینو دیدید یا نه؟ اگه دیدید و از جمهوری اسلامی طرفداری میکنید، عکس منحوس روحانی و نمیدونم بقیه این آشغال های حکومتی رو میذارید رو پروفایلتون و میاد هی تز میدید، مزدور خطاب میشید، مزدورید، تموم شد دیگه. حالا اصلاحات پله پله، یک گام دو گام، ما اگه این گام به گام نریم جلو خیلی اوضاع خراب میشه، حکومت پلیسی میشه. آبا جون به عینه اعلام شد که 5 وزیر هر حکومتی هر دولتی توسط مقام معظم رهبری تعیین میشه. وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر ارشاد باید با نظر رهبری تعیین بشه. حالا هی میاد میگید این حکومت گازنبوری اگر اومد دیگه فلان میشه. فرقی نداره، دوتا گروه، دوتا دسته سابقه ها سیاه، دوتا گروه دزد. بعد هم میشینن یک عده تو خارج کشور مثل مسموم بهنود، که واقعا مسموم هم هست این آدم، دیدم آتنا فرقدانی یک کاریکاتور برای این مسموم کشیده بود، بذارید ببینم روی فیسبوک هم هست، برم فیسبوک آتنا. این مسموم بهنود سال اگه اشتباه نکنم انتخابات قبلی 94 بود و اومده بود میگه آتنا فرقدانی رفته رأی داده، آتنایی که تو حبس بود شده بود سخنگوش و رفته رأی داده. دیدم که آتنای عزیز هم اومد و هم یه کاریکاتور تقدیم کرد، دو سه تا کشیده. این کشیده زدن بد نیست دوستان، باید بعضیا 3-4 تا کشیده بزنید تا بفهمن جریان چیه، مخصوصا به این مسموم ها، به این کسانی که سوء استفاده میکنن از اسم زندانیان سیاسی ما. طرف تو زندان هست، هیچ رسانه ای نداره، هیچ جا نمیتونه حرفشو منتقل کنه، یکی میاد مثل مسموم بهنود میشینه تو BBC. بله آتنا فرقدانی هم حمایت کرد از انتصابات، بله الان چند روز پیش همین توی توییتر، بله آرش صادقی از روحانی حمایت کرد. بابا آرش صادقی جون نداره حرف بزنه، یه پوسی مونده رو استخونش، همینجور تو اعتصاب غذاست، از روحانی حمایت کرد. خیلی بی‌شرمن اینها که همون جوری که به قولی شهید دزدی میکنن، هر کسی کشته میشد تو این جریان جنبش سبز میزدن به اسم خودشون، همین جوری هم زندانی سیاسی دزدی میکنن، همین جوری هم هر کسی که
بلندگویی نداشته باشه، تریبون نداشته باشه، میان میشن سخنگوش. لازمه، لازمه افرادی مثل آتنا، افرادی مثل بچه های داخل کشور همچین کشیده هایی به اینها بزنن. بذارید من این کاریکاتوری که آتنا کشیده از این ببینید. 4 ساعت پیش یک مطلبی آتنا فرقدانی منتشر کرده رو به قولی روی فیسبوکش، ما هم یه لایک اینجا تقدیمش کنیم. این مسموم بهنود رو کشیده، ببینید این پاش رو گذاشته اینجا و قیافش رو هم که میبینید. درود به شرف کسی مثل آتنا. میدونید چرا؟ چون داخل نشسته تو سنگر داره از حق مردم ایران دفاع میکنه. 4 تا ازگل زشت مسموم که تریبون های بی بی سی و صدای آمریکا و هر تریبونی که بگید و نگید در اختیارشون هست، میان میشن سخنگوی مردم. ما سخنگویی اینها رو به هیچ وجه نه قبول داریم نه میپذیریم. اگه تریبونی هم هست، باید تریبون این بچه های جوان داخل کشور باشه، اون قسمتیش که در جهت حق مردم هستن. یه عدهشون هم هستن، جوون هم هستن، اصلاح طلب خریدتشون، همون جوری که تو زندان خریده بود. تو زندان اوین آقای مرعشی طبق گزارشی که به من رسیده بود، هر کسی می اومد یک بیانیه برای این اصلاح طلب ها امضا می کرد، می بردش طبقه بالا. اوین گویا 2 طبقه بوده و طبقه بالا جایگاه اصلاح طلبان بوده و قالی و بساط و اینها، و طبقه پایین بقیه زندانی ها، حالا سلطنت طلب، مجاهد، گروه های دیگه. هر کسی خریداری می شد حقوق می گرفت از همین آقای مرشی، برادر زن رفسنجانی و غیره و غیره. خب این داستانش طولانیه، ولی ما صدای به قولی افرادی مثل بهنود نباید اجازه بدیم این مسموم ها، مسموم بهنود و امثال هم، اکبر گنجی های چاقوکش، هر کسی که یک جوری به قولی صادر شد به خارج کشور، اینها صادر شدن، اینهایی که یه دفعه اومدن بیرون و یک دفعه رفتن، مثلا طرف نشست توی صدای آمریکا، یه دفعه رفت نشست، مگه به این سادگیه به نظر شما؟ یه دفعه شد شیرین عبادی جایزه حقوق بشر. اینها همشون مسمومن، اینا همشون مشکل دارن. صالحین جامعه کی هستن؟ درستان جامعه کی هستن؟ آتنا فرقدانی، آرش صادقی، آتنا دائمی که الان اعتصاب قضاست برای خواهرش. کسی از اینا صحبت نمیکنه. فقط تنور رو ما داغ کنیم، چوب بریزیم توش، بعد هم برای داغ شدن از اسم این بچه ها استفاده کنیم، از اسم اینها استفاده کنیم، بگیم که بله اگر قالی باف بیاد فضا خیلی امنیتی تر میشه، روی زندانیان سیاسی ما فشار میاد. اصلا مگه دست قالی بافه؟ یکی بیاد به من بگه آقا من دست قالیباف فشار گذاشتن. خودشون دارن عملا و علنا میگن که خود احمد نژاد، خود خاتمی، ما تدارکچی هستیم، ما فقط 4 تا مثلا کار اقتصادی و همینجور 4 تا معامله، 4 تا چیزی مطیع رهبری. جریان اینه، جریان حکومت اسلامی اینه. بعد ببینید اگه بخوایم بین دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا وقاحت سنجی کنیم، اصلاح طلبان خیلی وقیح ترن. چرا؟ یادم هست احمدی نژاد اومده بود کاندید شده بود، همه مسخرش میکردن، میگفتن این میمون اومده و این نمیدونم با این صداش و با این قیافش و اینها. ولی الان همین جهانگیری که اومده، بله این قهرمان هست و این خیلی زیباست و برد پیت هست و اینا وقیه هست.
استاندارد دوگانه دارن وقیحان، چیزی که برای خودشون باشه خوبه، چیزی که برای خودشون نباشه و به نفع خودشون نباشه بد هست. وقاحتشون زیاده، وقاحتشون به قدر زیاده که طرف اسهال طلب میاد تو توییتر میگه نه ما میخوایم برای تغییر حکومت بریم و رأی بدیم. چرا؟ که ما رو هم بکشونن پای صندوق رأی، که نظر من رو هم جذب کنن. بله احتمالا برای باستون مثلا روحانی سر کار باشه ما بهتر بتونیم حکومت رو تغییر بدیم. ما برای براندازی باید بریم رأی بدیم دیگه. وقاحت رو به اینجا رسوندن. بله تو شما کجا بودید؟ اسمتون چیه؟ میان سریع از این سوالا. آخر سرم میرسون بله شما از غرب حقوق میگیرید و یعنی همون روش های وزارت اطلاعات. به اینها باید کشیده زد. اینها اگر جواب نگیرند سوار سر همه خواهند شد، به خصوص دسته اسهال طلبان که تریبون های زیادی دستشون. جالبم هست اینها این موریانه های مغزخوار سر انتخابات پیداشون میشه، سر انتصابات پیداشون میشه این موریانه ها، و تو این انتصابات میگن چی؟ میگن که مثلا من دیدم تو این قبل انتصابات قبل از ثبت نام 7-8 نفر با عکس موسوی و عکس نمیدونم جنبش سبز و اینا ما رو از درخواست دوستی فرستاده بودن. چون میان توی مقطع هم میرن بیرون، مقطعی عمل میکنن اینها، توی مقطع ظاهر میشن توی مقطع هم بیرون میرن. این هم از این نکته. الان یه موضوع دیگه هم هست، این مسئله ببینید دو تا انتصابات ما داریم، یه انتصابات ریاست جمهوری هست، یه انتصاباتی هم مال شورای شهر و این چیز محدود داره. این شورای شهر هم که داستانش رو میدونید دیگه، هر کی داره میره اونجا برای دزدی و جیب خودش. حالا همون دزدان میگم که همه چیز ارزش و ضد ارزش جاش قاطی شده، جاش عوض شده، همون دزدان الان میان تبلیغ میکنن که بله برای ریشه کن کردن فساد در شهرها بیایید و در انتخابات شورا شرکت کنید، ما رو انتخاب کنید. همون دزده تبلیغ میکنه برای خودش که بیا به ما رأی بده. میری پروندهشو نگاه میکنی میبینی سیاه سیاه. تو که حق خودت و خانوادت و نمیدونم همه رو خوردی عزیز دلم، بعد میخوای برای مردم شهر مثلا کاری بکنی؟ ما که دیگه به قولی از پشت کوه نیومدیم، اگه از پشت کوه هم اومدیم با لامبورگینی اومدیم عزیز من، همه تون رو میشناسیم. به خصوص این شورایی ها رو فقط دارن میرن برای جیب خود. اگر یک نفر رو پیدا کردید که داره میره برای شاید خیلی محدود خیلی انگوش شمار، بقیه موضوع جیبه، موضوع پوله. حالا در بحث ریاست جمهوری یه بعد بزرگه، موضوع قدرت، موضوع دیگه مافیا، تو این بحث شورا هم بحث دزدی و این چیزهای کوچیک و خورد. البته همین خوردهای شورا هم خیال نکنید خیلی خورده، میلیارد به هر حال. ما دیگه از بس که این اختلاس و دزدی دیدیم دیگه نسبت به پولهایی رو که میدزدن یه خورده حساسیتمون اومده پایین، وگرنه تو هر کشور دموکراتیک و آزادی به قولی 100 دلار 100 هزار تومان بالا پایین بشه روزگار اون مدیر رو در میارن دیگه. از بس که رقم میلیارد دلار رو نمیدونم میلیون دلار رو اینها شنیدیم، مثلا یکی بره تو این شورا
500 میلیون تومن بدزده، نه دلارا، تومن دیگه، میگیم که بابا این که دزدی کوچیکیه. جریان این جریان هست توی شوراها، جریان جریان جیب خودشونه. حالا میان از کوتاه کردن فساد صحبت میکنن. فساد یا هر چیز دیگه ای، اینها همه موضوعات ریشه ای هست. تا ریشه درست نشه این صحبت ها و اینها همه کشک و پشمه. پله 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 دموکراسی. دیدم یکی از عزیزان خیلی خوب جواب داده بود، واقعا درود بهش. بریم از طریق صندوق های رأی به دموکراسی برسیم. آقا دوستمون خوب گفته بود، مگه صندوق دموکراسی بیرون میاره؟ اگه صندوق دموکراسی بیرون می آورد که باش، ما هر روز دو سه تا صندوق میذاریم توی محلمون، تو خونمون، تو خونت چند تا صندوق بذار ببینیم دموکراسی بیرون میاد. تا اون یک سری بیس رو قبول نکنی، تا قبول نکنی که آقا این دموکراسی حق انتخاب برای همه آزاد هست، حق انتخاب شدن آزاد هست، حق کاندید شدن آزاد هست. دموکراسی باید بریم رأی بدیم، تمرین کنیم، انقدر ما تمرین کنیم، انقدر رأی بدیم، انقدر رأی بده تا رأی دونت پاره بشه. خب تو خارج میشینید تبلیغ رأی دادن میکنید. بازم میگم ما که میدونیم برای چی این بحثات، من زیاد تو داخل دخالت نمی کنم، داخل فقط صدای سخنگوی بچه های داخل هستم، ولی تو مبحث خارج سر همون قضیه ایران رفتن و اومدن هست. هر کی میگه بریم رأی بدیم و اینها، ببین این ایران میره یا نه. اگه ایران رفت بدون بو میده این قضیه، زیاد دلش نسوخته که حالا کمک کنیم، کمک به بچه های داخل کنیم، دموکراسی رو براشون بیاریم با رأی دادنمون. اگه میری داخل و میای، برای خودت داری این کار انجام میدی. فرودگاه رو ما رد شدیم، دیدیم چجوری بررسی میکنند برادران سپاه. فرودگاه سه بخش داره دوستان، یه بخشش نیرو انتظامی وای میسه، یه بخشش حراست فرودگاه است، یه بخشش هم حفاظت سپاه بخش آخر هست. میترسید دیگه، برمیگردید ایران، بالاخره باید نشون بدید ما هم یه بیعتی کردیم توی خارج کشور، تو اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، اینها ما بیعت کردیم بالاخره با نظام. برا اونه سر ما شیره نمالید. همتون رو میشناسیم، روش هاتون رو میشناسیم، این روش های کثیف. میدونید از چی بیشتر از همه دوستان من بدم میاد؟ یه نفر که خط و مشیش مشخص است تو زندگیش، تو هر جایی بگه آقا من این آدم هستم، این خط و مشیم هست، این سبک زندگیم هست، الان پشت حکومت هستم، تو این راه هم ادامه میدم، این آدم اصولگرا و اخلاقمندی هست، هر چند دشمن من باشه. بالاخره ما یه روز شمشیر میکشیم، یه روز نمیدونم روبروی هم میستیم، یکی پیروز میشه. این دشمن دشمن خوبی، ولی اون کسی که ادعای دوستی میکنه، ادعای میکنه که بله من هم وطن پرستم، من هم با شما هستم، تو این قسمت هست، از اون طرف سر انتخابات میشه بله من هم رأی میدم، از این طرف هم میخواد حجاب رو نداشته باشه، هم ایران بره لچک سر کنه، هم میخواد این ور خودش رو نمیدونم میهن پرست جلوه بده، هم بره توی ایران جلو ملا دولا بشه، بره تو سفارت خونه غلطنامه امضا کرده که چرا پناهنده شده. اینها انسانهای بی اخلاقی هن. دوست نیستن اینها، اینها از 100 تا دشمن بدترن بس آدم. با انسان بی اخلاق، پنهانکار، نمیدونم
کسی که فکر میکنه داره شما رو گول میزنه و شما نمیفهمید، اینها رو باید جور دیگه باشون برخورد کنید، اینها رو به نظر من ترد کنید. ضرر زننده تر هستند اینها تا دشمنان رو در رو. دشمنان رو در رو. درودی هم دارم خدمت همه دوستان، سارا کیدیوان عزیز، بانو زیبا شاه ولایتی عزیز، یاسر سیادی عزیز، حمید حمیدزاده عزیز و همه دوستانی که لایک کردند و اشتراک گذاشتند. این موضوع اشتراک موضوع مهمیه دوستان، اشتراک گذاری کمک میکنه که این سخنها پخش بشه. سخن درست رو بازنشر بدید، سخن اشتباه رو حمایت نکنید. حداقل کاریه که میتونید انجام بدید. دوستانی که بعداً در یوتیوب میبینن، باز هم میگم من همه کامنتاتون رو میخونم، همه نظرات رو میبینم، هر چند فحش بدید، هر چند نمیدونم، تو یوتیوب خیلی فحش میاد چون اونجا برای همه بازه دیگه. عوامل جمهوری اسلامی یک فشار، یک به قولی فشار مضاعف احساس میکنند، میان فحش میدن. بله، من با اقسام فحش ها منم میذارم فحش هاشون باشه، حالا اگه خیلی دیگه بخوان رقیقش کنن و غلیظش کنن و اینها دیگه اون پاک میکنم، ولی میذارم باشه تا خودشون رو نشون بدن، بدونن از چه سطح فکر و سوادی میان، سطح شعوری میان. در واقع باز هم این موضوع رو هی ما اشتباه میکنیم، این شعور و سواد رو با همدیگه قاطی میکنیم. سواد شعور نمیاره، ولی شعور هست که یک انسان رو میسازه. این هم در این موضوع، در این موضوع دوستان، جالبه این الان یه چیز رو هم دیدم، طرفداران رئیسی اومدن و یه عکسی با خاتمی دادن، طرفداران اصلاح طلب رئیسی دیگه، خیلی داستانشون جنون آمیز شده دوستان. بیا بفرمایید. توی یکی از این فیسبوک ها این رو دیدم، دولت کار و کرامت، سلام بر دو سید فاطمی، اصلاح طلبان حامی آیت الله رئیسی. سلام بر دو سید فاطمی، آیت الله رئیسی و خاتمی. بله، قدیما هم من یادمه سلام بر سه سید فاطمی بود و خمینی و خامنه‌ای و خاتمی. شعار پشمکی بسازن و مردم رو بخوان تحریک کنن. این هم از این باب. یه برنامه یه لایو دیگه هم احتمالا ما داشته باشیم توی همین هفته با آرش مهدوی عزیز، گویا مجوز گرفتن برای تظاهرات و بر روز انتصابات رژیم قرار هست یک سری حرکت انجام بدن و کسانی رو که در خارج به بیعت رژیم میرن قرار شده که رسوا کنند. مجوزها رو هم از پلیس گرفتن، همه چیز قانونی، و در اون برنامه لایو بیشتر صحبت میکنیم که چه خواهد شد. این هم از این موضوع. امیدوارم که این برنامه دوم هم مورد پسندتون باشه. دوستانی که در یوتیوب هستن اگر کانال رو مشترک بشن، کانالی که یوتیوب ایجاد شد، ببینید من قبلا که در ایران بودم دوستان، در یکی از، چون یوتیوب من رو خود سایت یوتیوب بسته بود، یک کانال دیگه یکی از دوستان داشتم که برام اونجا ویدیو آپلود میکردم و اینها. اون کانال تقریباً 1000 خورده ای مشترک داره و خیلی کانال بزرگی است. خیلی ویدیوها رو من ساختم، ترجمه کردم، خیلی حتی موزیک ترجمه کردم، حتی نمیدونم
چیزهای مختلف، کلیپ های مختلف مبارزاتی که ساختم. اون کانال من تو این ویدیو لینکش رو میذارم، خواستید ویدیوهای اونجا رو هم ببینید. حتی ویدیوهای آموزش مثلا در فیسبوک دادم چجوری امنیت رو بالا ببرید. ولیکن کانال جدید متعلق به خودم هست، اون کانال جدید رو دنبال کنید. کانال قبلی 1000 خورده مشترک داشت، کانال جدید هم مشترکاش داره افزوده میشه و ویدیوهاش دیده میشه. تونید از اون ویدیوهای قدیم هم استفاده کنید، چون خیلی ویدیوها ساختم. مثلا یک ویدیو برای مجید کابوسی فر ساختم که بالغ بر 160 هزار بازدید داره تا حالا. یا مثلا فایل صوتی که از جلسه مداحان بیرون دادم بیش از 400 هزار بازدید داره. 400 هزار که حتی یوتیوب به من پیشنهاد داد که آگهی بذارم جلوش، قبول نکردم. گفتم جالب نیست، بالاخره آدم از راه سیاسی هی نون بخوره، فرقی با اون افرادی که از این راه نون میخورن نداره. ما این راه برای آزادی ایران گذاشتیم، برای نون خوردن و این چیزا نگذاشتیم دوستان. اون کانال رو هم بازدید کنید و ببینید ویدیوهاش رو. همین موضوع رو هم خواستم اشاره کنم. یک بار دیگه هم اینجا رو باز کنم ببینیم اگه دوستان نظری دارن که ببینیم، اگه نه با همتون بدرود بگم. کنید و سپاس تورج جان، شما هم پایدار باشید همیشه. سپاس از همه عزیزان که به اشتراک میذارن. تا درودی دیگر، بدرود، شب همگی خوش.